قصه ظهر جمعه. بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان، عزیزان، سلام. دلتون شاد، سلامتیتون برقرار و لطف خدای بزرگ شامل حالتون در هر روز و روزگار. دوستان، اما قصه‌ای که امروز میخوام براتون بگم قصه‌ای قدیمیه به اسم پسر باهوش. گوش کنید به قصه امروز. یکی بود، یکی نبود، غیر از خدا هیچ کس نبود. هر کی بنده خداست بگه یا خدا. و اما راویان دانا و ناقلان توانا و قصه گویان کهن و چابک سواران دشت سخن با همت تمام گردونه کلام رو اینطور به چرخش و گردش درآوردند که سالها پیش در شهری و ولایتی روی این زمین پهناور خدا سه جوان ترک یار و دیار کردند. این سه جوان که اسپاشون شمس و عامر و حسام بود، با امید به دست آوردن پول بی حساب و ثروت بی شمار دل به سفر سپردن. اونا رفتن تا دور از چشم این و اون به کاری مشغول بشن و بعدم با دست پر به خونه و کاشونشون برگردن. سه دوست با زاد و توشهی که فراهم کرده بودن رفتن تا به شهری رسیدن و توی اون شهر مشغول کار و پیشه‌ای شدن. مدت ها گذشت و هر سه جوان بی سر و صدا کار می کردن و پولهاشون رو هم می گذاشتن تا اینکه یک دفعه چشم باز کردن و دیدن 1000 دینار پسنداز کردن. عامل گفت خب دیگه وقتش رسیده که درآمدمون رو قسمت کنیم تا هر کس هر جور که دوست داشت پولاشو خرج کنه و هرچی که دوست داشت برای خودش بخره. حسام و شمس این پیشنهاد رو قبول کردن. بعد دور هم نشستن و پولها رو میون گذاشتن، ولی هر کاری کردن نتونستن 1000 دینار رو به 3 قسمت مساوی تقسیم کنن. وقتی اینطور شد حسام گفت چاره کار در اینه که ما دوباره مشغول کار بشیم و باز هم زر و سیم جمع کنیم تا داراییمون به 1500 دینار برسه. اون وقت دیگه خیلی راحت میتونیم هر چیزی که به دست آوردیم قسمت کنیم و هر کدوممون صاحب 500 دینار بشیم، بیون که یک نفر ما از بقیه دلگیر و ناراحت بشه. عامر و شمس این پیشنهاد رو قبول کردن و قرار بر این شد که تا زمانی که اونها صاحب 500 دینار اضافی نشدن پول رو پیش یک نفر به امانت بگذارن تا خیالشون از گم شدن یا دزدیده شدن پول راحت باشه. بله، بعد از این فکر سه رفیق توی شهر به راه افتادن تا آدم قابل اعتماد و امانت داری پیدا کنن و 1000 دینار رو بهش بسپارن. عزیزان، جای گفتن داره که توی اون دیار پیرزنی زندگی میکرد که به امانت داری شهره خاص و عام بود و پیر و جوان او رو به این صفت میشناختن. جوانها پیش پیرزن رفتن و بعد از سلام علیک و چاق سلامتی قصه خودشون رو برای او تعریف کردن. پیرزن گفت باشه، شما پولتون رو به من بسپارید و با خیال راحت برید دنبال کار و زندگیتون و هر وقت نیاز پیدا کردید بیایید و پول رو صحیح و سالم از من بگیرید. تا زیاد دیر نشده خوبه بدونید که سه جوان با پیرزن قرار گذاشتن که هیچ کدوم به تنهایی سراغ کیسه پول یا 1000 دینار نرن و اگه روزی و روزگاری قرار شد پول رو از او بگیرن 3 نفری پیشش برن. پیرزن این شرط رو هم قبول کرد و اون سه جوان هم رفتن سراغ کاروبارشون. مدتی گذشت و اونها بی اون که درباره پول چیزی بگن یا حرفی بزنن مشغول کار شدن. اتفاقا روزی از روزها که اونها تو بازار شهر مشغول گردش بودن و دیدنی ها رو می دیدن، یکی از سه جوان یعنی شمس یه دفعه شیطون تو جلدش رفت و از این رو به اون رو شد و با خودش گفت
این دو نفر هیچ کدومشون به اندازه من کار نکردن. پس باید هر طور شده پول رو از چنگ اونا در بیارم و برم سراغ زندگی خودم. این طوری میتونم به هر چی که میخوام برسم و صاحب هر چی که میخوام بشم، به شرطی که عقلم رو به کار بندازم و بدونم چه کار باید بکنم. بله، این بود تا اینکه یه روز سه جوون قصد کردن به حمام برن، ولی شونه و گل سرشوی که اون وقتا برای شستشو ازش استفاده می شد با خودشون نیاورده بودن. عامر گفت من میگم به حمامی بریم که نزدیک خونه اون پیرزنه، اون وقت میتونیم شونه و گل سرشوی رو از اون بگیریم. حسام و شمسم قبول کردن و بعد هر سه نفر راه افتادن تا به خونه پیرزن رسیدن. وقتی خونه پیرزن رو جلوی روی خودشون دیدن، هر سه گفتن حالا کی بره پیش پیرزن؟ که شمس در اومد، من میرم، شما همینجا منتظر بمونید. راستشو بخواید شمس خیلی هم اهل کار خیر نبود، فقط قصد داشت نقشه‌ای رو که از مدت‌ها پیش در سر داشت عملی کنه. بگذاریم. شمس پیش پیرزن رفت و بعد از سلام علیک و چاق سلامتی گفت خب منو که میشناسی؟ من یکی از اون سه نفری هستم که اون روز اومدیم و کیسه پول رو به تو امانت دادیم. حالا برو اون کیسه رو بیار که بهش خیلی احتیاج داریم. پیرزن نگاهی به شمس انداخت و گفت پسرم، اگه موضوع فقط شناختنه که تو رو میشناسم، ولی قرار ما بر این شد که هر وقت خواستید پول رو بگیرید هر سه با هم پیش من بیای. شمس که از ترس و هیجان داشت میلرزید گفت اتفاقا امروزم با هم اومدیم، اما دو رفیق من خسته بودن و دیگه همتشون نشد که بیان جلوی در خونه تو. الان اونا پشت خونت جلوی در همون وایسادن. زحمتی بکش و روی بام برو و از اونا بپرس. بپرس اون چیزی رو که رفیق شما میخواد بهش بدم یا نه. اگه گفتن و قبول کردن تو هم بیا و کیسه پول رو به من بده. پیرزن بی خبر از همه جا که اصلا فکر نمی کرد جوونی مثل شمس اینقدر بدجنس و رذل باشه، از روی سادگی نردبون گذاشت و روی بام رفت و از همون بالا داد زده های چیزی رو که رفیق شما میخواد بهش بدم یا نه؟ شما اونو فرستادید؟ عامر و حسام که اصلا از قضیه خبر نداشتن ساده تر از پیرزن گفتن آره مادر، چیزی رو که رفیق ما از تو میخواد بهش بده، ما اونو فرستادیم. پیرزنم بعد از شنیدن این حرف خیالش راحت شد و از نردبون پایین اومد و رفت تو اتاقش تا کیسه پول رو برداره و بده به اون رفیق نابکار و جوون خطاکار. بله، پیرزن بی خبر از همه جا رفت تو اتاق و کیسه 1000 دینار رو برداشت و داد به شمس. شمسم زود کیسه رو از دست پیرزن قاپید و تشکر خشک و خالی از او کرد و از اونجا دور شد. بعدم رفت تو کوچه و از راه دیگه پیچید و تو محله های شهر گم شد. حالا بشنوید از عامر و حسام. اون دوتا بیچاره منتظر شدن تا شمس برگرده، اما هرچی این پا و اون پا کردن و به این طرف و اون طرف سرک کشیدن اثری از شمس ندیدن که ندیدن. عاقبت حسام گفت اینطوری که نمیشه، ما تا کی باید منتظر بمونیم؟ بریم ببینیم شمس کجاست، نکنه بلایی سرش اومده باشه، شاید با پیرزن حرفش شده باشه. خلاصه هر دو راه افتادن و رفتن جلوی در خونه پیرزن. در زدن و منتظر موندن. پیرزن اومد و در رو باز کرد. وقتی چشمش به اون دو نفر افتاد گفت کاری پیش اومده؟
من که پولو دادم به اون رفیقتون. عامر گفت پول؟ کدوم پول؟ ما که پولی از تو نخواستیم، ما دنبال گرفتن شونه و گل سرشوی اومدیم. پیرزن که انگار حرف تازه‌ای شنیده بود گفت کدوم شونه و گل سرشوی؟ رفیق شما اومد دنبال پول، منم پول رو به اون دادم. مگه خودتون اون پایین نگفتین که چیزی رو که رفیق ما میخواد بهش بده؟ خب اون کیسه پول رو خواست و منم بهش دادم. حالا خیالتون راحت شد؟ عامر و حسام تا این حرف رو از زبون پیرزن شنیدن، دو دستی بر سر خودشون زدن و گفتن دیدی زن، دیدی دار و ندار ما رو بر باد فنا دادی؟ ما که گفتیم هر چیزی رو که رفیقمون میخواد بهش بده، منظورمون گل سرشوی و شونه بود، نه کیسه ی پول. چه درد سرتون بدم دوستان؟ از این بگو و از اون بگو. بالاخره بعد از اینکه عامر و حسام کلی با پیرزن چونه زدن و بگو مگو کردن، حسام رو به اون کرد و گفت زن زود باش بریم به محکمه قاضی شهر، چون این حرفا به گوش ما فرو نمیره. اصلا از کجا معلوم که شما دو نفر با هم دست به یکی نکرده باشید که اون کیسه رو از چنگ ما در بیارید؟ بله، حسام این رو گفت و بعدم با پیرزن به محکمه قاضی شهر رفت. قاضی بعد از اینکه صحبت‌های اونها رو شنید، رو به پیرزن کرد و گفت خب بنده خدا، مگه قرار نگذاشته بودید که برای گرفتن پول این سه رفیق با هم بیان؟ با این وجود چرا تو پول بی زبون رو دادی به اون جوون که معلوم نیست الان کجا رفته و چه کار میکنه؟ پیرزن گفت جناب قاضی، چه فرقی میکنه؟ این سه جوون با هم بودن، حالا یکیشون این وره بوم و دوتاشون اون وره بوم. قاضی سری تکون داد و گفت دیدی خودتم گفتی که یکیشون این وره بوم و دوتاشون اون وره بوم بودن، پس سه نفر با هم نبودن و تو به قول و قراری که با اینها گذاشتی اونطور که باید و شاید عمل نکردی. پیرزن پرسید خب جناب قاضی، اتفاقیه که افتاده، حالا باید چی کار کنم؟ من که قصدی جز کار خیر نداشتم. قاضی گفت درسته که تو قصد کار خیر داشتی، ولی این قصد تو باید بر من ثابت بشه. به هر حال تو اونطور که گفتی عمل نکردی، حالا یا باید اون جوون رو از هر جا که هست پیدا کنی و بیاری، یا باید خسارت این دو نفر رو جبران کنی. از این دو راه هر کدوم که برات آسون تره یکیشو انتخاب. القصه پیرزن این حرف رو که از زبون قاضی شنید، گریه کنان و بر سر زنان از محکمه قاضی شهر بیرون اومد. اون با این حال و روز تو کوچه و برزن مشغول گشت و گذار شد و از این و اون و پیر و جوون سراغ گرفت، ولی هر چی این در و اون در زد کمتر چیزی دستگیرش شد. عاقبتم وقتی چشم باز کرد دید که یه روز تمام تو محله های شهر هر جا رو که میتونسته زیر پا گذاشته و گرسنه و تشنه داره میره خونه. بله، عصر بود و پیرزن گرفته و نالان و پریشان از کنار خرابه میگذشت تا به خونش بره. اون در حالی که از همه کس و همه چیز ناامید شده بود میرفت خونه تا فکری بکنه و بلکه چاره‌ای برای گرفتاریش پیدا کنه. اتفاقاً کنار اون خرابه چند تا پسر بچه در حال بازی و تفریح بودن. اونا تا پیرزن رو دیدن از حال و رنگ و روی اون تعجب کردن و دست از بازی کشیدن. آخه پیرزن داشت گریه می کرد و با خودش حرف می زد و می رفت. تو این میون یکی از پسر بچه ها جلو رفت و پرسید چی شده مادر؟ چرا اینقدر گریه می کنی؟ غریبی؟ گرسنه‌ای؟ تشنه‌ای؟
کسی تو رو اذیت کرده؟ بعد از آن که دیگه حالا حوصله هیچ کار و هیچ حرفی رو نداشت گفت برو بچه جون، برو بازی تو بکن، از دست تو هیچ کاری ساخته نیست، برو و راحتم بذار. پسرک پافشاری کرد و گفت بگو مادر، گفتن و تعریف کردن که اشکالی نداره، بگو شاید بار غمت سبکتر بشه، شاید هم من تونستم چاره‌ای برای مشکل تو پیدا کنم. پیرزن که نمیدونست از ناراحتی و غم و غصه خودش و حرفای پسرک گریه کنه یا بخنده گفت خب حالا من برات تعریفم کردم، ولی اگه کاری از دستت بر نیومد نری پیش این و اون و اون چرا که بر سر من اومده تعریف کنی. یا آخه من تو این شهر سالها با آبروداری زندگی کردم و تا حالا هیچ کس جز ذکر خیر منو نشنیده. پسرک گفت باشه مادر، حالا زود باش بگو چی شده، من قول میدم که پیش هیچ کس حرفی نزنم. پیرزن که شوق و اشتیاق پسرک رو برای حل کردن مشکلش دید، از طرفی هم هیچ راه نجاتی پیش پای خودش نمیدید، به ناچار و از روی ناامیدی اون چرا که بر سرش اومده بود و شما از زبون قصه گوش شنیدید از سیر تا پیاز برای پسرک تعریف کرد. پسرک تا حرفای پیرزن رو شنید از شادی جیغی کشید و بالا و پایین پرید و گفت خوب شد مادر که گذرت این طرف افتاد، چاره مشکل تو پیش منه، همین فردا با خیال راحت میتونی پیش قاضی بری و جوابش رو بدی، ولی این کار شرطی داره. پیرزن پرسید چه شرطی مادر؟ تو رو خدا تو دیگه سنگ جلوی پای من ننداز. پسرک که از خوشحالی روی پا بند نبود گفت قول میدی اگه من مشکل تو حل کردم و راهی جلوی پات گذاشتم یه سیر حلوا برام بخری؟ آخه چند وقته که حلوا نخوردم. پیرزنم که دیگه داشت صبر و تحمل خودش رو از دست میداد گفت اگه شک داری بیا بریم تا همین الان برات حلوا بخرم. تو مشکل منو حل کن، من حاضرم به جایی یه سیر برات یه من حلوا بخرم. بعد با پسرک راه افتاد تا برن و براش حلوا بخره و در عوض چاره کار رو ازش بپرسید. پیرزن امانتدار صبح زود، حتی زودتر از اون ساعتی که با قاضی شهر قرار گذاشته بود، به محکمه قاضی رفت و اونجا منتظر نشست. قاضی تا پیرزن رو خوشحال و سرحال دید پرسید خب مثل این که با دست پر به محکمه برگشتی ها؟ پیرزن خندید و گفت بله جناب قاضی، با دست پر برگشتم. قاضی هم بر مسند قضاوت تکیه زد و گفت خب خدا رو شکر، حالا بگو چه جوابی برای کسایی که از تو شکایت کردن داری؟ پیرزن گفت جناب قاضی، باید صبر کنیم تا شاکیان منم از راه برسن، چون اگه اونا نباشن جواب من الان برای شما هیچ فایده نداره. قاضی داشت میگفت صبر میکنیم و مانعی نداره که یه دفعه دو جوان یعنی حسام و عامر با رنگ برافروخته وارد محکمه شدند و بی مقدمه گفتند جناب قاضی زود باش جواب ما رو بده که دیگه کاسه صبرمون لبریز شده و چیزی نمونده که تو این شهر غربت دست گدایی جلوی این و اون دراز کنی. قاضی اونها رو به آرامش دعوت کرد و گفت خوب گوشاتون رو باز کنید، شاهد بودید که من تا همین الان هم حق رو به شما داده، حالا اجازه بدید ببینم این پیرزن که شما او رو متهم به خیانت در امانت کردید چه جوابی براتون آورده. بعد از این پیرزن خونسرد و آروم نگاهی به قاضی و نگاهی به حسام و عامر انداخت و گفت جناب قاضی اینا که دو نفرن. حسام گفت یعنی چه؟ ما از اولم دو نفر بودیم، مگه دو سه روز قبل که برای شکایت به محکمه قاضی شهر اومدیم چند نفر بودیم؟ پیرزن
لبخند معنیداری زد و گفت: ولی پسرم، مگه قرار ما این نبود که هر وقت شما خواستید پولو از من بگیرید سه نفری مراجعه کنید؟ اون قرار که یادتون نرفته؟ عامر گفت: نه، اینم حقده و نیرنگ تازه ایه که این پیرزن داره به ما میزنه. قاضی گفت: منظورت چیه پیرزن؟ پیرزن گفت: منظور من اینه جناب قاضی، که این جوونا سه نفر بودن که پول رو به من تحویل داده. قرارمونم این شد که فقط زمانی من پول رو به اونا پس بدم که سه نفرشون حاضر باشه. خود شما شاهدید که اینا برای گرفتن پولشون دو نفری پیش من اومدن. حالا خودتون بگید جناب قاضی، من باید قرارمون رو به هم بزنم و زیر پا بگذارم؟ حالا اگه فردا اون یکی جوون پیش من اومد و گفت چرا به قراری که گذاشتیم عمل نکردی، من جوابشو چی بدم؟ قاضی نگاهی به پیرزن و نگاهی هم به سام و عامر انداخت و سر در گریبان تفکر فرو برد و بعد گفت: این پیرزن راست میگه، من حق رو به اون میدم. اگه شما میخواید پولتون رو پس بگیرید، باید با اون رفیقتون مراجعه کنید، چون معلوم نیست شما هم راست بگید و فردا قضیه دیگه ای پیش نیاد. هر دو جوان تا این حرف رو از زبون قاضی شنیدن، بنای گله و شکایت رو گذاشتن و گفتن: جناب قاضی، اینطوری حق و حقوق ما داره پایمال میشه. ما حالا اون رفیقمون از کجا بیاریم؟ اصلا شاید مرده باشه. ولی دوستان، قاضی نه تنها دیگه به حرف اونها گوش نداد، بلکه وقتی اصرار اونها رو دید، به مأموران حکومتی دستور داد تا اونها رو از محکمه بیرون کنه. بعد از رفتن اون دو جوان، قاضی رو به پیرزن کرد و گفت: خب حالا دیگه شکر خدا همه چیز به خیر و خوشی تموم شد، ولی تو این میون من از تو سوالی دارم. اونم اینه که آیا خودت به تنهایی تونستی این مسئله رو حل کنی؟ پیرزن که دوست نداشت از راه دروغ و ناروا کارش پیش بره گفت: جناب قاضی، از خدا پنهون نیست، از شما چرا پنهون باشه؟ راستشو بخواید، من خودم از حل این مشکل عاجز شدم و هیچ کاری از دستم بر نیومد. ولی پسرکی بی‌نام‌ونشون راه رو به من نشون داد و منو از گرفتاری رها کرد. قاضی دستور داد پسرک رو پیش اون ببرن. پسرکم پیش قاضی رفت و با هوش و ذکاوتی که داشت سالها دستیار او شد. و بعدها هم که قاضی از دار این دنیا رفت، در مقام قضاوت مدتها تون شهر به کار مشغول شد. به این ترتیب با کمک هوش و عقل پسرک، راستی از ناراستی روشن شد، گرفتاری نجات پیدا کرد و خودش هم به مقام قضاوت شهر رسید. و از همه اینها مهمتر، یکی دیگه از قصه های ظهر جمعه به آخر رسید. بله دوستان خوب، قصه ما به سر رسید، کلاغه به خونش نرسید. بالا رفتیم هوا بود، پایین اومدیم زمین بود، قصه ما همین بود. عزیزان، هرچی که بود و هرچی که شد، وقت برنامه ما هم در همین جا به پایان رسید. خدا نگهدار و روز بخیر.
بشنوید.